این تو با کارهای فتحی چه در کیفر و چه در تلویزیون که یادم شبهای یک فیلمی بود، سریالی بود، الان یادم میادن ساختمون پزشکان؟ نه، الان ببینیم اشک‌ها و لبخند بود، اشک‌ها و لبخند اولین سریال هم بود با آقای فتحی بود. و اگر یادم باشه اون در واقع سناریو سریال هایی که زمانه بود که من خیلی زمانه بله زمان. داشتم آره. و اینا تو با این سریال ها در تلویزیون خیلی به عنوان نقش جدی مطرح شدی، یعنی میشه گفت یکی از کسانی که تو رو مطرح کرد فتحیه. بله آره. شو چه فتحی چه نظری داره؟ حالا به جیران هم میرسیم، میشه فتحی چه نظری؟ فتحی حرف نداره اصلا. اولا به نظرم بیشتر یه روانشناس خیلی خوبه. من اولین کاری که اولین بار که اصلا نزدیک آقای فتحی رو دیدم یه نمایشی بازی میکردم به اسم موسی و ابراهیم و گلهای قرآن. دو تا بازیگر بیشتر نداشت، من بودم و آقای بهزاد فراهانی. من یه بچه 12 ساله رو اونجا بازی میکردم، 34-35 سالم بود. قشنگ یادمه آقای فتحی اومد برای نمایش، برای نمایش ببینه. آره نمایش منو نه، نمایش آقای کوشک جلالی رو ببینه. آره منم دید. کار آقای کوشک جلالی بود دیگه، ما نمایشو بازی کردیم. آقای فتحی، آقای فتحی اون موقع توی اداره برنامه تئاتر هم بود، یه کارای کمک می‌کرد به تئاتر. یادم نمیاد در اون حد. آره ولی یادم که اومد این نمایشو به عنوان یه تماشاچی دید و بعدم اومد پشت صحنه که خسته نباشید بگه به آقای بهزاد فرهانی. خب خسته نباشید گفت و خیلی ممنون و فلان اینا. به من که رسید برگشت گفت خیلی ممنون، خسته نباشید، ممنون از میمیک زیبات. این جمله رو به من گفت. این آره. ذهنت آره هیچ کاری نداری به من نگفت ممنونت میمی که زیبات. خب چرا این اینو گفت؟ چه دقتی داشت مثلا؟ پیش خودم یه ذره فکر کردم. بعد که زنگ زدن برای اشکا و لبخند که پاچ شدم رفتم اونجا بود دیگه. این اولین همکاریم با آقای فتحی بود. اولین همکاری با آقای فتحی بود دیگه. ادامه پیدا کرد، ارتباط برقرار کرد، ادامه پیدا. آره ارتباطی هم برقرار نکردی. من خیلی عهد ارتباط، یعنی کار که تموم میشه دیگه تقریبا ارتباطم قطع میشه. حالا تو ذهنش مونده بودم، خوشش اومده بود از من، عبازیم خوشش اومده بود، حالا هرچی. کار بعدیش هم زنگ زد و ما یه تلفیلم هم تو همون با یه تلفیلم ما با هم کار کردیم به اسم دنده معکوس. اون هم کار جالب و با نمکی بود، اون هم کمدی بود دیگه. با آقای فتحی کار کردم دیگه تو. ولی این دوتا یه کار آخر ازش یه ذره دلخورم. کدوم کار؟ همین جیران و چیز شهرزاد. چرا؟ شهرزاد من نقشم رو دوست نداشتم. چرا دوست نداشتم دیگه؟ وقتی خوندم، خب درسته موقعی که میدن ما بخونیم میگن نقش فلان. همه ولی تو داری میخونی دیگه. من دستیار بودم، میگفتم نقشت فوق العاده است. نقشش کوچیک بود، بهش میگفتم نقشت فوق العاده است. خب داری میخونی. آره. یهو ممکنه تو همینجوری که داری میخونی یه همزاد پنداری با یه نقش دیگه ای پیدا کنی، باهاش احساس نزدیکی بیشتری بکنی با یه نقش دیگه، حالا اونم داری میخونی. و خب به واسطه مثلا این قدمت کاری که من داشتم با فتحی، من خواستم ازش، گفتم این نقش رو به من بده. گفت نه. خب اون نقش تا رو به کی داد؟ اونو آقای پور عرب بازی کرد. من اون نقش رو دوست داشتم، یعنی اون نقش برا من هی تصویر می ساخت و یکی داشتم می خوندم، نه اون نقش. گفتم من این نقش رو دوست دارم. گفت این نمیشه، اینو فلانی داره بازی میکنه و میگن قراره بازی کنه و اینا. البته اون موقع نگفتن، به اون موقع گفتن یه نفر دیگه است اینا. بعدن فهمیدیم پور عرب. بعدن که خب سر صحنه و اینا رفتیم و اینا. من خیلی هم کنکاش نمی کنم بعد کی بود کیه چیه کاری به این کارا ندارم. هم که من انرژیمو بذارم رو نقش خودم بردم، حالا دیگه بخوام نصفش بذارم سر در بیارم از کار اینو اون اینا، حوصله این کارا رو ندارم مثلا.